تا اواخر دهه 1370 خورشیدی و در نبود اینترنت، نظام حاکم بر جمهوری اسلامی ایران تلاش می‌کرد با تک صدایی حاکم بر رادیو تلویزیون و مطبوعات حکومتی کنترل دسترسی به اطلاعات آزاد در جامعه را در اختیار بگیرد تا شاید سیاست‌های مبتنی بر ایدئولوژی اسلامی در جامعه پیاده شود. یک زنجیره منطقی وجود دارد. حلقه اول انقلاب اسلامی است، بعد تشکیل نظام اسلامی است، بعد تشکیل دولت اسلامی است، بعد تشکیل جامعه اسلامی است، بعد تشکیل امت اسلامی. زنجیره‌ای که رهبر جمهوری اسلامی ایران برای تشکیل امت اسلامی از آن سخن می‌گوید، نیازمند فعالیت‌های اساسی‌تر برای کنترل جمعیت کشوری 85 میلیون نفری بود تا آموزه‌های دین اسلام 1400 سال پیش را در عصر دیجیتال برای مخاطب امروزی عرضه کند. اکنون اما دسترسی به اینترنت این موازنه را به ضرر حاکمیت ایران تغییر داده تا رهبر جمهوری اسلامی نسبت به در اختیار گرفتن فضای مجازی سخن بگوید. جوانها امروز در فضای مجازی فعالند. فضای مجازی میتواند ابزاری باشد برای زدن توی دهن دشمنان. یادمه در مجلس ششم که بودیم، ایشون فرمانی رو به شورای عالی انقلاب فرهنگی در واقع صادر کردن که در ارتباط با ISP ها و اینترنت بود که بخش خصوصی رو اونجا یه جورایی محدود میکرد، که ما مجلس ششم و دولت آقای خاتمی چون در این رابطه اقداماتی کرده بودیم، زیر ساختای اینترنت رو توسعه داده بودیم و اجازه داده میشد که بخش خصوصی با تحت نظارت دولت جوازهایی داشته باشن، ISP ها رو را بندازن، کافی نت ها و اینها. از همون جایشون در واقع نظرات متفاوتی داشتن، مخالف داشتن، ولی چون مجلس دولت اون نظرات رو دنبال نبودن، ایشون مستقلن به موازات به شورای عالی انقلاب فرهنگی این دستور دادن که ما واکنش مجلس ششم مواجه شد و دولت همینطور، و البته مقاومت های هم صورت گرفت و دیگه حدود بالای 1000 تا ISP و اینها در ایران راه افتاد. سرویس پرووایدر ها، کافی نت ها، بعد اومدن کافی نت ها رو شروع کردن در اول در قالب نهادهای صنفی، دستگاه صنفی دولت که نظارت بکنن، اینا رو بستن و بازم با مجلس واکنش مواجه شد و ما پیگیری کردیم، اینها باز شدن. در حال میخوام بگم که ایشون از اون موقع به منبع اینترنت خیلی حساسیت داشتن. اگر پیشتر مقامات رسمی حکومتی بر لزوم بهره‌گیری از اینترنت ملی تاکید داشتند، اکنون با چرخشی آشکار در سیاست‌های فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بر تولید محتوا متمرکز شدند. بالاخره جمهوری اسلامی در نظر داره که از ساحت اخلاقی خودش در فضای مجازی هم یه جورایی سیانت بکنه. اون وقتی میگه که سیاطرح سیانت از فضای مجازی، منظور سیانت از ما کاربران نیستش، منظورش از اون چهارچوب و اون نظام اخلاقی خودشه که در نظر داره که این رو در فضای مجازی ازش محافظت کنه. و طبیعیه که کارشناسان این نظام اخلاقی کن یه سری دوستان هستن در حوزه. در دیدار اخیر رئیس حوزه علمیه قم با فعالان فضای مجازی بود که یکی از طلاب حوزه علمیه جامعت الزهرا بر لزوم حمایت مالی بیشتر از طلاب فعال در فضای مجازی تاکید داشت. معتقدیم به اینکه حوزه در تراز انقلاب اسلامی باید پاسخگو باشه، کنشگر باشه و فعال در عرصه ابلاغ و بلاغ پیام دین باشه. رئیس حوزه علمیه قم آقای اعرافی از مدیران حوزه علمیه که گفته می شده آقای خامنه ایشون رو به عنوان یکی از افرادی که دارن پرورش میدن یواش یواش معرفیش میکنن به افکار عمومی و اینها و شاید در رده های بالاتری ازشون استفاده کنن، حتی بعضی ها خیلی بیشتر از اون مطرح کردن که یکی از گزینه های آینده رهبری و نمیدونم از اینجور چیزا ازش یاد کردن. ایشون در دیداری که اخیراً با عده‌ای از اهالی سینما یا دستندرکاران حوزه علمی و اینها داشتن، مطالبی رو گفتن در همین راستا که به نظر بنده بسیار بسیار پرت و دور از اون واقعیت جامعه ماست برای تولید محتوای فضای مجازی در راستای عمل کردن به اون دستوراتی که آقای خامنه‌ای از روی هوا متاسفانه مطرح می‌کنن و پایه و اساس چندانی نداره و به نتیجه نمی‌رسه. ایشون هم خواستن در واقع
مطرح بکنن به این شکل که ما این پروژه ها رو پیش میبریم و طبیعتاً در گام بعدی باز بودجه های زیادی از اموال بیت المال لازم دارن که باز ایده مشغول بشن و به قول خودشون کارنامه ارائه بدن که ما رفتیم نمیدونم چه کردیم چه نکردیم. تهش که متاسفانه در مناظره ها و اون رویارویی فکری تئاتی افکار کم میارن، باز هم متوسل میشن به بازداشت و بگیر و بند و محدود کردن و اینجور چیزا که نتیجهش معنیش این میشه که در این بخش هم به شکست خوردن، یعنی به اصطلاح جهاد تبیین خیلی نتیجه نگرفته. در کلاب هاوس نمونه خیلی روشنش بود که بسیار بسیار روشن اتفاق افتاد. به دنبال تولیدات فرهنگی ناموفقی که طی سالهای پیش توسط نهادهای مذهبی تهیه و در قالب CD توزیع می شدند، اکنون ساخت اپهای داخلی توسط شرکتهای وابسته به حوزه‌های علمیه نیز به یکی دیگر از فعالیت‌های طلاب و شرکتهای وابسته به آنها بدل شده است. ما اتفاقا اخیراً تو فیلتربان یک گزارشی منتشر کردیم مبنی بر یک تحقیق میدانی و یک نظرسنجی در مورد همین پیام‌رسان‌ها و متوجه شدیم که به خصوص آدم هایی که یک گیر آموزشی دارن، در واقع مثلا بچهشون میره مدرسه یا خودشون توی مدرسه هستن یا برای ارتباط با گروه آموزش در دانشگاه یا حتی گروه‌های بین معلمان یا حتی گروه‌های بین معلمان و آموزش پرورش، اینا به صورت ابلاغیه‌های غیر رسمی ازشون خواسته شده که از پیام رسان‌های داخلی استفاده کنن، ولی تأکید شده که از ایتا استفاده کنین، یعنی یه جوری عرف شده در آموزش و پرورش و این دلیل اصلی رشد ناگهانی و غیر طبیعی مثلا این در واقع اپلیکیشن ایتا هستش. اگر مساجد به عنوان پایگاه روحانیت سنتی شیعه در به نتیجه رسیدن انقلاب ایدئولوژیک سال 57 خورشیدی نقشی مهم ایفا کردند، به نظر میرسد تمرکز حوزه‌های علمیه برای کنترل فضای مجازی نه تنها نشان از دست دادن جایگاه سنتی مساجد در ایران را دارد، بلکه تنها در سانسور و محدودیت ایجاد شده برای دسترسی به اطلاعات آزاد شهروندان ایرانی است که حاکمیت مذهبی همچنان به یک کتازی در فضای مجازی خواهد پرداخت. امریکا در تجربه‌های مشابه قبلی همچون ممنوعیت استفاده از دیش‌های ماهواری با شکست مواجه شد.